خانم کوچولو، خودتون رو معرفی کنید. من سهیلا. خب فامیلی تا حالا نمیخوام بگی، خودم نمیخوام بگی. شما هم آقا کوچولو؟ سهیل. خب این سهیل و سهیلا که خودشون رو معرفی کردن، من گفتم کوچولو، زیادم کوچولو نیستن، یه وقت 5-6 ساله فکر نکنی. کلاس چندمی سهیلا جان؟ دوم راهنمایی. دوم راهنمایی، یعنی امسال میری دوم؟ بله. یعنی به حساب ما کلاس هفتم. بله. مبارک. شما کلاس چندی؟ من میرم کلاس اول راهنمایی. خب مدتی بعد اینا رو واسه مردم گفت، واسه ما قدیمی ها که راهنمایی نداشتیم. از اینکه بابا یه هنرمنده چه احساسی میکنی؟ خوشحالم. چقدر خوشحالی؟ خیلی. مثلا مقدارش با انگشتات میتونی بشموری؟ به اندازه ستاره ها؟ همه دنیا. به اندازه همه دنیا. تو چی سهیل جان؟ منم مثل خواهرم. مثل خواهره؟ قرار نشد هرچی اون میگه تو بگی، هرچی تو میگه اون بگه. حرفتون رو با منم خوشحالم از اینکه پدرم هنرمنده. منم خیلی دوست دارم که پدرم هنرمند باشه. همینطوری هم باشه. خب دوست داری خودت هم همین رشته ای که پدرت پیش گرفته پیش بگیری؟ بله. خیلی دوست داری؟ بله. خودتو آزمایشای هم کردی؟ بله. موفق هستی در این راه؟ بله. الحمدلله. تو چی سهیلا جان؟ دلت میخواد که مثل پدرت همین راه انتخاب بکنی؟ نمیدونم الان. الان نمیدونی؟ نه. هیچ خودتو آزمایش کردی تو تنهایی؟ نه. ها؟ نه. خب حالا دیگه موقعش رسیده که بگیم که شما دوتا فرزندان کدوم یکی از هنرمندان عزیز مملکتمون هستین. خودت بگو سهیلا. من فرزند آقای عارف، هنرمند محبوب مردم هستم. خب الحمدلله. شما هم بگو. منم فرزند آقای عارف هستم، هنرمند محبوب دنیا. دنیا. به خب الحمدلله. خب حالا فامیلیت هم بگو. حالا اول نمیخواستم بگی. عارف. عارف کیا؟ عارف کیا معروف به عارف. خب حالا ما آرزو میکنیم همینطور که شما گفتی هنرمند معروف دنیا، واقعا روزی برسه که عارف همینطور شهرتش عالمگیر بشه، پاشو از مرزها بذاره بیرون و واقعا همونطور که شما فرزندانش و همه ما و همه مردم دلشون میخواد، عارف یه روزی شهرت جهانگیر پیدا بکنه و دنیایی. خب تو که خودتو امتحان کردی و از بوته امتحانم موفق به در اومدی و فکر میکنی که راه پدرت پیش میگیری و در آینده موفق میشی، حالا باید برامون بخونی. چی میخونی؟ مخور غصه. مخور غصه؟ خب بخون ببینم. مخور غصه که دنیا گذرونده، باید هر کسی آتیش بسوزونه. آدم وقتی که پیر شد دیگه رفته، به چنگ غم مسیر شد دیگه رفته. آدم وقتی با غم کشته میگیره، اگه خورد و خمیر شد دیگه رفته. آی آلای 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 آلای. همین که این ترانه جدید و یه بندشو خوندی و از خود عارف هم قشنگ تر خوندی، از هر مجای که هستی. سهیلا جان تو چی؟ نه. هیچی نمیخونی؟ نه. هیچی؟ چرا؟ چون خودم امتحان نکردم. بدون مقدمه خودت عصرشو بخون. اول سب کنید دو کلمه حرف. نه حرفامون بعد. حرفامون بعد. الان چون داغ و داغ تا هست. غصه که دنیا گذرونه، باید هر کسی آتیش بسوزونه. آدم وقتی که پیر شد دیگه رفته، به چنگ غم اسیر شد دیگه رفته.
آدم وقتی با غم کشتی میگیره، اگه خورد و خمیر شد دیگه رفته. های هلای 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 های هلالای هلای هلای که باهات بگو نگو دارم حالا آرزو دارم حالا آرزو دارم آی حالا آی حالا آی حالا آی حالا آی آی حالا آی به پیری بگو پیری دست نگه دار که باهات بگو نگو دارم حالا آرزو دارم حالا I halai 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 آدم وقتی که پیر شد دیگه رفته، به چنگ غم اسیر شد دیگه رفته. آدم وقتی با غم کشتی میگیره، اگه خورد و خمیر شد دیگه رفته. غصه که دنیا گذرونه، باید هر کسی آتیش بسوزونه. آدم وقتی که پیر شد دیگه رفته، به چنگ غم اسیر شد دیگه رفته. آدم وقتی با غم کشتی میگیره، اگه خورد و خمیر شد دیگه رفته. های هلای 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 های هلالای هلای 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 های اولین بار میشنوام بچه ها میخونن. من اصلا تا به حال نشیده بودم که البته سهیل و یه روزی نازمش از مرسه تلفن کرد، با تلفن گفتش که گوش بده پسر داره میخونه. اون موقع داشت سلطان قلب‌ها رو میخوند برای بچه ها و یه چیزی میدونستم، ولی جو تا حالا نشده که بخونن و من بشنوام، به خصوص دخترم. این آهنگ و شعرش حتما از آقای جانبخش پازوکیه، توی سبک کار آقای پازوکیه. کاملا درست حد زدید. بله. خب چون شنوندگان ما تو رو مفسر ورزشی هنرمندا میدونن و قبلا هم با هم باز شروع شد آقای نظری، هر وقت با هم صحبت کردیم راجب فوتبال هم صحبت کردیم. اول راجب فوتبال اخیرا چی میدونی؟ والا همه چیزا که رو شده و تا حدودی همه میدونند و برای آینده انشالله ما روزای خوبی برای فوتبال آرزو میکنیم، پیشبینی میکنیم برای المپیکی که در پیش داریم. هرچند که تو گروهی که ایران به صلاح قرار بازی کنه، تیمای خیلی قوی مثل مجارستان، برزیل، باز که برزیل که قهرمان جام کوچک جهانی شد هست. با وصف این امیدواریم انشالله اگرم چیزی نشه لاقل یه خبرهای خوشی داشته باشه، یه بازی خوبی ببینیم. بس بابا یه سره داره همین داره جا فوتبال هم تو من کوک کردی آخه، بیکاری این حرفا رو میزنی. به من و تو چه این کارا، یه بازی میشه نتیجه شو میخونیم کی برد کی با. خب یه خواننده ای عزیز من یه شوخی باد کرد، یه سره داره بزنی مفسرهای ورزشی همین داره میگه. تو بیکاری مگه میگی آخه؟ در انگوش میدونی یه کم پرسیدم چی بگو انشالله که موفق بشه. همینطور مثل مفسرها داره میگه. سن چقدر؟ سی تمام. اذیت نکن، راست شو بخند. تمام نشده، یواش در روز داریم. خانم چپ چپ نگاه میکنه، نمیدونم اعتراض داره به زیاد گفتن. نه داره داره به این کارهای عجیب غریب ما با تعجب نگاه میکنه. عجیب غریبی نیست. چند ساله که فهمیدی صدات خوبه میخونه؟ 21 سالش که از 9 سالگی. از 30 سال 21 سال میخونه 9 سال از 9 سالگی.
خب اولین کار هنری که برای مردم کردی و صدات به گوش مردم رسید چه سالی بود و از کجا بود؟ اولیش از تلویزیون بود که به اصطلاح اولین کارم بود، در حدود 11 سال پیش بود. خب. که توی برنامه به اسم رنگین کمان که تابش اجرا علی میکن. تابش بله اجرا کننده اون برنامه بود، تو اون برنامه شرکت کردم و از همونجا کار من شروع شد، یعنی نقطه صفر اونجاست و تا به الان که خب. هرچی هست. بلافاصله بعد از تلویزیون که نیومدی به رادیو؟ نه، 4 سال من تلویزیون میخوندم، تلویزیون سابق البته، کانال 3 و بعدن به وسیله خانم پوران که خیلی من محبت کردن و تقویت کردن به طور کلی، هم روحیه‌مون رو هم کار آوازم رو. اولین آوازم یا ترانه دو صدایی بود با خانم پوران در رادیو. خب حالا میخواستم بپرسم که اولین ترانه‌ای که در تلویزیون خوندی و کار هنری رو به مردم نشون دادی اون چی بود؟ و هرچند که من قبل از اینکه تو برنامه آقای تابش بیام، خودم چون خیلی علاقه داشتم دوستان هنرمندم رو جمع میکردم، بعضی موسیقین ها رو به صلاح احتیاج به دستمزد داشتن، از خودم بزار زور زحمت جور میکردم میدادم و اینا رو جمع میکردم میبردم تلویزیون. چه آهنگی خوندی جلوی دوربین؟ اولین ترانه که از رنگین کمان به صلاح پخش شد هفت آسمون بود که اون زمان اجرا شد در تلویزیون، بعد در رادیو با خانم پوران اجرا کرد. تو تلویزیون تنها خوندی؟ نه خیر دیگه، همه میدونم با خانم ناربلا بود اون موقع، دوئت میخوندیم دو صدایه. ولی یه تیکش رو بخونی که یادآوری بشه برامون چی بود تم آهنگ. اصلا فراموش کردم من. ستابستون گل آتیش چی؟ یادم نیست درست، اشعارش یادم نیست. خب اب نداره، از بس ماشاءالله ترانه خوندی. آره در حدود 400-500 تا بیشتره، من فکر میکنم خیلی بیشتره. و بین این 400-500 تا ترانه‌ای که خوندی بله، یهو بگم کدومشو بیشتر می‌پسندی؟ کدوم؟ خب دیگه ای خدا غلام جاندار دیگه، مال فیلم غلام جاندار. اون رو بیشتر از همه می‌پسندی و خیلی هم تو مردم هم سوکسه پیدا کرد و مردم هم این آهنگ تو خیلی دوست دارن. قبل از اینکه با خانمت صحبت بکنم، از خودت میخوام بگی راجع به زندگیت که راضی هستی از زندگیت یا نه واقعا؟ بله چرا که نباشم، راضی هستم. تو موفقیت خوانندگی تو، این شهرت ناگهانی و اوجشو و در چی میدونی؟ حالا اگه بگم زنم قلوب نکردم، برای اینکه واقعا ما تو زندگیمون یه حالتی داریم و اونم اینه که تمام اشکالات و مثل کاری که باید انجام بدیم همه رو با مشورت همدیگه انجام میدیم و با هم تصمیم میگیریم. یعنی یه جوری که وقتی یه فکری میخوام، من ممکنه متوجه نباشم، اون به من تذکر میده و اکثرا تذکراتش خیلی به جا و درست بود. پس محصل کار من فکر میکنم یه زنی که سهمی داره در موفقیت. بله خیلی زیاد عارف هست. صحبت از خوانندگی است و موفقیت، جزو خوانندگان جاز موفق مملکتمون کدوم رو تو تأثیر دارن و کدوم رو بیشتر میپسندی؟ والا داریم خواننده‌ای که من صداشون خیلی دوست دارم، یعنی اکثرا دوستشون دارم، چه جاز چه غیر جاز علاقه دارم، بیشتر گوش میدم صداشونو. و از همکار خودم آقای منوچهر عرشم که دونه دونه بخوام بگم باید همه رو بگم، آقای ویگن کلام مدتی نیست، اون دیگه پیشکسوتمونه، اون اصلا معلم کار من بوده و این معلم کار از چه لحاظ؟ یعنی نه اینکه بیاد من درس بده این کارو بکنه، نه قبل میخونده شما علاقمند شدی با هم دوست بودیم و کاری که یعنی تجربه که تو 10 سال اون 20 سال خوانندگی به دست آورده بود خیلی راحت با هم میگفت این کارو بکن آره یا این کارو نکن. این کار آواز سلامت باشه همین. بله از شغل قبل از خوانندگی برامون بگو، یعنی برای شنوندگان. چون تحصیلاتم تو هنرستان صنعتی تموم کردم، موقعی که از دیپلم از هنرستان گرفتم سعی کردم فوری کاری پیدا بکنم و کار بکنم. اول کاری که کردم معلم شدم، یعنی یه کنکوری بود شرکت کردم برای تدریس فنی و بین 800 نفر شاگرد جز 10 نفر شاگرده ممتاز شدم و
به خاطر همینم چون فعالیت هنری داشتم تقاضا کردم که نزدیکترین شهرستان رو به من بدن که من بتونم به کارم برسم. نزدیکترین شهرستانم قزوین بود و از اینجا من هفته 3 روز میرفتم قزوین درس میدادم هنرستان صنعتی قزوین و برمیگشتم اینجا. شبا هم کارهای تلویزیون و رادیو بود. چند سال کار فرهنگی کردی؟ در حدود 2 سال نیم 3 سال. موزیک دومت رو معرفی کن که از شارو خواهش کنیم پخش بکنه. چه آهنگی مشخصاتش چیه؟ این به اسم این که رسمش نمیشه یه آهنگ تفننی و تفریحیه و آقای جانبخش پازوکی ساختن شعر آهنگ و هر دو رو بند گوش میکنیم. حواست جای دیگه است همیشه این که رسمش نمیشه. تو حواست جای دیگه است همیشه این که رسمش نمیشه. بسر سفرهش با یه دل چند تا رو مهمون میکنی، چند تا رو ناخون میکنی، چند تا رو افسون میکنی. نه 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 تو حواست جای دیگه است همیشه این که رسمش نمیشه. تو حواست جای دیگه است همیشه این که رسمش نمیشه. تو حواست جای دیگه است همیشه این که رسمش نمیشه. تو حواست جای دیگه است همیشه این که رسمش نمیشه. سفرهش با یه دل چند تا رو مهمون میکنی، چند تا دل آخون میکنی، چند تا رو افسون میکنی. نه 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 تو حواست جای دیگه است همیشه این که رسمش نمیشه. تو حواست جای دیگه است همیشه این که رسمش نمیشه. تو میگی هر چی دیدی چی نگو، میدونم راز دلت رو مو به مو. تو میگی هر چی دیدی چی نگو، میدونم راز دلت رو مو به مو. نه 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 تو حواست جای دیگه است همیشه این که رسمش نمیشه. تو حواست جای دیگه است همیشه این که رسمش نمیشه. تو حواست جای دیگه است همیشه این که رسمش نمیشه. تو حواست جای دیگه است همیشه این که رسمش نمیشه. تو حواست جای دیگه. خب جنوس خانم سلام. سلام، حالتون خوبه؟ این سلام رو از نظر شما ادا کردم برای اینکه خیلی وقت شما اونجا بیکار نشستین تنها. دومین آهنگ تازه عارف رو همه گوش کردیم. شما دوست دارین این آهنگو؟ خیلی. از آهنگای خیلی قشنگشه. از آهنگای قشنگشه.
شما هم راجع به موسیقی چیزی اطلاعاتی دارین یا نه؟ من فقط شنونده بازوقیم. فقط شنونده بازوقی؟ بله. ولی یه خودم میتونی برامون زمزمه کنیم بخونیم؟ والا تاله فکرشم نکردم، راستش اصلا نمیتونم. اجازه بدین که عارف انقدر میخونه که دیگه همون بله. از زندگیتون راضی هستید یا نه؟ من راضیم به خاطر طرز فکری که هر دمون با هم داریم، تونستیم همدیگر رو بفهمیم و درک کنیم همین، پس راضیم. خب البته من نمیخوام موشکافی بکنم، این اختلاف های کوچولو و اینا که تو هر زندگی هست، اون نمک زندگیه. ولی تو این چند سال زندگی، چند سال الان زندگی میکنیم؟ درست 5 سال و 2 ماهه. خب پس حتما راضی هستین که روز شمار حسابشو داریم. تو این 5 سال و 2 ماه عارف کاری نکرده که برای یه لحظه متنفر بشی، ازش ناراحت بشی، یه داده، یه کار غیر عادی کرده باشه؟ فعلا ما از نظر کاری کرده باشه که نفرت ایجاد کنه؟ ابدا. اینو من واقعا میگم. یه عصبانیت چرا شده. من زیاد کنجکاوی میکنم راجع به کارهایی که عارف خودش میکنه، اونم به خاطر موفقیتشه. یه موقع ممکنه یه کاری بکنه که من فکر کنم صلاح عارف نباشه، خیلی عصبانی شدم واقعا. الان خود عارف هم گفت که شما در زمینه شهرت اخیرش و جنجال هنرش سهیم بودید و خیلی هم تشکر کرد. از آهنگایی که عارف تا حالا خونده، البته تعداد خیلی زیاده، لااقل تو این 4-5 سالی که با هم زندگی میکنید، کدوم یکیش بیشتر شما میپسندید؟ ولی من مجبورم الان یه حرف تکراری بزنم که خب خیلی گفته شده، من همیشه آخرین آهنگ عارف مورد نظرمه. خب راجب مسافرت هایی که عارف مجبوره بره و شما مجبوری تنهاش بذارید و تنهایی مسافرت بره چی میگه؟ هیچ وقت هم چیزی پیش نمیاد؟ پیش نمیده. اگه پیش پس من هر دو هم از هم راضی هستیم که پیش نمیده. خب اگر یه وقت پیش آمد بنا به جهاتی شما نتونستید از تهران برید بیرون و اون مجبور بود 15